خب به نام خدا. سلام خدمت همگی. واسه من باعث بسیار بسیار خوشحالی هستش که این مقاله رو خدمتون ارائه بدم. مقاله هستش که اخیراً همین چند ماه پیش توی مجله بایو انفورماتیکس به چاپ رسیده و حالا یه تحقیقی حاصل تلاش به خصوص حسین فولادی و پارسا مرادی، دانشجوهای دانشکده مهندسی برق همین دانشگاه که سرپرستشون جناب آقای پروفسور بابک حسین خلج بودن و حالا من هم توی این کار افتخار همکاری باشون رو داشتم. خب همه ما میدونیم که یه اتفاق شگفت‌انگیزی که داخل بدن ما میفته این هستش که جنین انسان از یه مجموعه از نوع سلولای مختلف به وجود میاد. ما بیش از در واقع 870 نوع سلول مختلفی که توی این شبکه هر کدوم از این نوع تا معرفه یه نوع سلول هستن در زمان جنینی تا زمان تولدمون به وجود میان که تقریبا 600 خورده نوعش ترانزینت هستن و 200 نوعش که با نقاط مشکی رنگ مشخص شدن رو همین الان هم داخل بدنمون داریم. منتها همه اینها در واقع از یه تک سلول اولیه‌ای به نام سلول جفت به وجود میان. این در واقع سلول زایگوت که اینجا داریم و حالا سوال این هستش که این همه تنوع شگفتی از کجا میاد؟ یعنی چجوری سلول‌ها از هم دیگه متمایز میشن؟ اگه نگاهی بندازیم به اولین مراحل تمایز سلول ها میبینیم که در واقع اون زایگوت ما یا سلول اولیه تخم که حاصل لقاه اسپرم و اوسایت هست همینجور تقسیم میشه تا به مرحله به نام توت فرنگی یا مورولا میرسه و بعدن یه مرحله دیگه به نام بلاستوسیس و توی بلاستوسیس اولین اتفاقات تمایزی رخ میده. یعنی سلولا در واقع دو قسمت میشن، سلولایی که اصطلاحاً بهشون میگیم اینر سل ماس که داخل قرار گرفتن و سلولای تروفوبلاست که اون پیرامون قرار گرفتن یا تروفکتودرم، و از اینجا به بعد سلولا دیگه از همدیگه کم کم متفاوت میشن. یعنی این سلولای اینر سل ماس هستن که کل بدن ما رو درست کردن، اینا بعدن تفکیک میشن به سلای اکتودرم که مغز ما، سیستم عصبی ما و پوست ما رو میسازه، مزودرم که استخوان ها، ماهیچه ها و خون رو میسازه، و اندودرم که لوله گوارشی ما رو میسازه، و همینجور هی در واقع این اتفاقات ادامه پیدا میکنه. یه آقایی به نام کنراد وادینگتون، ایشون اومد تو سال 1957 سعی کرد با یه منظره خیلی معروفی که توی کتابش در واقع کشید این رو توضیح بده. گفت فرض کنید که سلولای اولیه، مثلا سلولای اولیه جنینی ما، شبیه اون توپی هستن که اون بالا قرار دارن توی این منظره، و بعدن این توپ داره قل میخوره به اولین دوراهی که رسید. این توپ ممکنه رندوملی به سمت چپ بره یا به سمت راست بره. این توپ رو یه سلول جنینی در نظر بگیرید که به اولین دوراهی، مثلا دوراهی که سلولای آی سی ام یا سلولای داخلی رو از تروفکتودرم منشعب میکنه، شانسی آی سی ام میشه یا شانسی تروفکتودرم میشه. منتها از اونجا به بعد سلولای آی سی ام هم باز به دوراهیای دیگه ای میرسن، سلولای تروفکتودرم هم به دوراهیای دیگه ای میرسن، و این هی دوراهی ها عملاً در واقع نوع سلولای بدن ما رو به وجود میارن توی در واقع یه حالت هایی که بهشون میگیم اتراکتور استیت، که حالت های در واقع پایدارتری هستن. اگه بخوایم این شکل رو دقیق تر رسم کنیم، حالا میبینیم که سلولای زایگوت در حین در واقع طی کردن این مراحل دارن تکثیر هم میشن. پس به اینجا که میرسیم عملا با یه چیزی شبیه بلاستوسیس روبرو هستیم که بعضی از سلولاش اینوری میریزن، بعضی از سلولاش اینوری میریزن، و حالا اتفاقات دیگه تا در نهایت هر کدوم از اینها نوع سلولای مختلف بدن ما رو تعیین میکنن. و یه چیز هایی داریم اینجا به نام استمسل ها. در واقع این استمسل ها یه اتراکتورای میانی هستن، میتونه یه اتراکتور اینجا داشته باشیم، این اتراکتور میتونه همه بدن ما رو بسازه. یعنی اگه بتونیم سلولو اینجا نگهش داریم، سلولا همینجور دارن قل میخورن. منتها اگه با یه شرایط شیمیایی یه کاری کنیم که سلول
سر جاش بمونه در واقع اون میتونه پتانسیالی همه سلولای بدن من رو بسازه یا ممکنه اینها رو بهش میگیم سلولای در واقع بنیادی پرتوان یا سلولای بنیادی چند توان که میتونن بعضی از نوع سلولای ما رو بسازن، مثلا سلولایی که میتونن فقط سلولای خونی بدن من رو بسازن منتها دیگه نمیتونن مثلا سلولای استخوانی من رو بسازن. و این آقای در واقع وادینگتون پشت صحنه این اتفاقات رو هم کشید، اینا رو گفت ژن ها هستن و اینا رو من تصورم این است یه جور اینتراکشن یا برهمکنش بین ژن ها رو داره تصور میکنه و بعد ها ما فهمیدیم که آره ژن ها با هم دیگه برهمکنش میکنن، مثلا یه ژنی یه ترانسکریپشن فاکتوری تولید میکنه که این ترانسکریپشن فاکتور متصل میشه به پروموتر یا به انهانسر یه ژن دیگه و باعث میشه که نرخ در واقع بیان شدن اون ژن دوم افزایش یا کاهش پیدا بکنه و این باعث میشه که مثلا فرض کنید که ما بین ژن ها یه سری روابط تنظیمی داشته باشیم، مثلا یه ژن X یکی میتونه ژن X رو مهار بکنه، حالا رابطه مهار شدن رو با این خطای صاف نشون میدیم، یعنی اینکه هر چقدر بیان X1 بالاتر بره بیان X2 پایین‌تر میاد و برعکس، X2 هم ممکنه X1 رو مهار کنه و این شبکه‌ای که دوتا ژن دارن همدیگر رو مهار میکنن شما خیلی راحت میتونین حس بزنین که این شبکه‌ای هستش که هر دوتا ژن نمیتونن به میزان زیاد بیان بشن، یعنی اگه شبکه اینجا قرار بگیره این ژن اونو مهار میکنه اون یکی ژن اینو مهار میکنه، پس وضعیت سلول قل میخوره، یه چیزی شبیه قل خوردنی که تو وادینگتون لندسکیپ هستش و در نهایت به یه دوراهی میرسه که یا اینوری میفته یا اینوری میفته، یا ژن یک پیروز میشه و ژن دو خاموش میشه و اینقدر از ژن یک تولید میشه که ژن دو رو کاملا سرکوب میکنه، یا ژن دو پیروز میشه و ژن یک رو خاموش میکنه. و اگر حالا به این در واقع سویچی که کشیدیم یه سری روابط اوتو اکتیویشن رو هم اضافه کنیم، یعنی بجز این که هر ژنی ژن دیگر رو مهار میکنه خودش هم خودش رو فعال کنه، این روابط میتونه خیلی روابط پیچیده‌ای باشه، لزوماً اینجوری ممکنه مثلا 10 تا ژن باشن هر کدومشون یه سریای دیگر رو فعال کنه یه سریای دیگر رو مهار کنه، این یه در واقع داینامیک خیلی خیلی ساده است، منتها میتونین حدس بزنین که این شبکه علاوه بر اون دوتا وضعیت قبلی که یکیشون کامل روشنه، مثلا اینجا ترانسکریپشن فاکتور آ داره زیاد بیان میشه این میزان بیان شدن یا فعالیت یه ترانسکریپشن فاکتور رو میرسونه، اینجا ترانسکریپشن فاکتور آ روشن هست ب خاموشه، اینجا ب روشن هست آ خاموشه، این در واقع یالای اکتیویشن یه اترکتور سی رو هم یا حالا اینجا با شماره 2 نامگذاری شده که دوتا ژن در یه حالت تعادلی قرار گرفتن، یعنی اثر منفی که از در واقع مهار اون یکی ژن دریافت میکنن با اثر مثبتی که از اکتیویشن خودشون دریافت میکنن این دوتا در یه تعادلی قرار میگیره و شبکه توی یه وضعیت پایدار جدید. و حالا این رو در واقع خیلی وقتا میبینین که واقعا هم توی سلولای زنده سر اون دو شاخه شدن ها در واقع همین اتفاق میفته، یعنی یه سوال مهم توی وادینگتون لندسکیپ این هستش که خیلی خوب این داری میگی سلول قل میخوره به یه انشا آبی میرسه و این انشا باید چجوری تشکیل میشه و اینجوری تشکیل میشه، یعنی میتونین در نظر بگیرید سلولای اولیه جنینی تو اترکتور دوه ای هستن که هم ژن A داره بیان میشه هم ژن B داره بیان میشه و از یه زمانی به بعد یه سریاشون میافتن تو اترکتور یک که فقط ژن A روشنه ژن B خاموشه، یه سریاشون میافتن تو اترکتور 3 که ژن B روشنه ژن A خاموشه و این در واقع باعث میشه که دو نوع سلول جدید به وجود بیان و این توی خیلی جای دیگه بدن هست، یعنی مثلا تو تصمیم گیری اولیه بین مثلا فرض کنید ICM و تروفکتودم واقعا ما دوتا ژن سراغ داریم به نام اکتفور سیدیکس تو که دقیقا همین شکل شبکه رو دارن، توی سلولای ICM اکتفور خیلی بیان میشه سیدیکس تو خاموشه، توی سلولای تروفکتودم سیدیکس تو بیان میشه اکتفور خاموشه و به همین ترتیب. پس تا اینجا یه دیدی پیدا کردیم نسبت به این که در واقع وادینگتون لندسکیپ چجوری اون دو راهیاش به وجود میان، چجوری این رو به لحاظ ریاضیاتی مدلش کنیم. خیلی ساده شما میتونین در واقع واسه یه اینهیبیشن یه تاب اکیدن نزولی بکشین شبیه این
HN تقسیم بر HN به اضافه X به توان N که اینجا H یه عدد ثابته، مثلا این 5 رو بذارین و N هم مثلا میتونه این N برابر با 1, 2, 3, 4 یعنی هر چقدر N رو بیشتر کنین این به یه تابع پله در واقع نزدیک تر میشه که دقیقا نقطه پلش هم همون H هستش و در واقع این یه تابع اکیدن نزولیه، میتونه اثر منفی یه ژن روی یه ژن دیگر رو در واقع مدل کنه و واسه توابع مثبتمون یا اکتیویشنمون میتونیم توی صورتش به جای H به توان N X به توان N رو بذاریم و این تابعمون دقیقا به تابع فرم سعودی در میاد و بعدا این شبکه رو با یه ستی از Ordinary Differential Equations یا معادلات در واقع دیفرانسیل معمولی در واقع مثلا دی ایکس یک به دی تی میزانه تغییرات ژن آمون یا حالا ژن ایکس یک مون در واحد زمان هست که این داره میگه که با یه ضریب آیکه اینا همش عدد ثابت هستش، فقط اینجا ایکس یک و ایکس دو هستش که متغیر هست، داریم میگین که شما هر چقدر x1 بیشتر باشه با یه تابع هیل با یه تابع هیل فانکشن مثبتی یه تابع انکریزینگی اثر مثبت داره رو خودش، یعنی باعث میشه دی x به دی t افزایش پیدا کنه، هر چقدر x2 بیشتر باشه با یه تابع نزولی در واقع اثر میگذاره روی دی x1 به دی t، یعنی باعث میشه تو لحظه بعد x1 کم بشه اگه x2 زیاد باشه و این منهای cx1 کم که هر چقدر یه پروتئینی بیشتر تولید شده باشه بیشتر هم در معرض چیز هستش دیگریدیشن یا فروپاشی هستش، چون به حال وقتی یه ژن بیان میشه تا ابد که نیست، این خیلی زود دیگرید میشه با یه ریتی. منتها اینجا یه خلأ بزرگی وجود داره توی مدل وادینگتون و این هستش که چجوری اصلا پترن یا الگوها تو بدن ما به وجود میاد. اگه شما نگاه کنین داخل گوش، باورتون میشه داخل گوش ما داخل حلزونی گوش یه همچین پترن فوق‌العاده ای از مثلا سه ردیف سلولای هرسل ایکس و یه ردیف سلولای هرسل وای و سلولای ساپورتینگ سلشون وجود داره، یا مثلا توی در واقع هر کدوم از پرزای رودمون از یه سلولای بنیادی که سلولای میانی رو تولید میکنن اینا میان روی پرزای روده میشینن، یا مثلا اتفاقاتی که توی مغزمون، یعنی یه پترنینگ شگفت‌انگیزیه و وادینگتون همچی چیزی رو مدل نمیکرد. وادینگتون میگفت که سلولا تصادفی یا تبدیل به سلول A میشن یا به سلول B، منتها نمیگفت که چه جوری یه سلول A در کنارش اینقدر با نظم و ترتیب سلولای ای دیگه ای قرار میگیرن، یه خورده اونورتر سلولای بی قرار میگیرن، این رو نمیگفت. و اگر در واقع یه چیزه یه مفهوم خیلی مهمی رو که وادینگتون حالا شاید تو مدل اولیش بهش اشاره نکرده، شاید حالا اکسپلیسیتلی این رو در نظر نگیرین، شاید تو کتابش گفته باشه من مطمئن نیستم، در واقع اون جنین چیزی بیشتر از یه کیسه پر از نو سلولای مختلف نخواهد بود که رندوملی در کنار هم قرار گرفتن و این نمیشه اون جنینی که ما تصورش رو داریم. این پس اولین چیزی که مدل وادینگتون، حالا این چی توی مدل وادینگتون کمه که ما توی این مدل خودمون اضافهش کردیم، همینجور در موردش حدس بزنین تا دو سه دقیقه دیگه خدمتتون معرفی میکنم. باز یه اتفاق فوق‌العاده دیگه ای که تو بدن ما میفته یه چیزی هست به نام سلف ارگانیزیشن، یعنی سلولا بلد اصلا خودشون رو مدیریت کنن بدون اینکه یه منیجری از بیرون بهشون بگه مثلا شما سلول قلب بشین شما سلول مغز بشین. یه آقای به نام پروفسور ساسایی از ژاپن که از بین ما رفتن، ایشون یه آزمایشی رو طراحی کرد، سلولای بنیادی که مثلا از پوست گرفتیم رو گذاشت تو شرایطی که در واقع سلولا نیاز دارن واسه اینکه به سلولای چشم تبدیل بشن و در اوج شگفتی دید که سلولایی که تا چند روز پیش پوست بودن وقتی که تو سیگنالایی، یعنی یه داروی ریختی که مثلا سلولا رو تو زمان جنینی همون دارو همون مولکول شیمیایی به سلولا هویت چشمی، یعنی اینا رو تمایز میده به سمت اترکتور چشم، دید اینا دقیقا انگار یه چیزی تو وجودشونه که یاد دارن و بلد هستن که باید، خب الان که میخوان چشم بشن باید حالت کیف شک و حالت در واقع شبیه کره چشم رو به خودشون بگیرن و این خیلی اتفاق فوق العاده بود.
خب این اتفاق رو بهش میگیم سلف اورگانایزیشن و این پترن خیلی فوق العاده که سلولا در کنار هم میسازن رو سلولایی که تا دو روز پیش پوست بودن خلاصه یاد میگیرن. یا آقای به نام دکتر علی بریوانلو ایرانی هستن، ایشون یه سری آزمایش خیلی فوق العاده طراحی کرد در این راستا. آزمایش اولش توی سال 2014 توی مجله نیچر چاپ شد. ایشون کاری که کرد اومد گفت که ما سلولای بنیادی که از جنین میگیریم، سلولای پلوریپوتنت، اگه همینجور کف دیش، کف لوله آزمایش کشتشون بدی، یه پترنای کاملا نافرمی و شما سلولی که میدونی توانایی این رو داره که کل جنین رو بسازه، هیچ پترنی ازش نمیبینی. یعنی اصلا هیچ جوری نمیتونه یه پترنی که داخل بدن ما وجود داره رو تشکیل بده. منتها ایشون اومد کاری که کرد کف دیش رو یه جایش رو یه پروتئین خاصی گذاشت به نام کلاژن. کلا این سلولای مثلا انسانی باید به یه پروتئین خاصی که ماتریس در واقع بین سلولی هستش میچسبن، این بهش میگیم کلاژن. هم کلاژنی که تو کرما و اینا هم تبلیغش رو میکنن. ایشون با یه پترنای خیلی خاصی، مثلا با یه دیسکایی با قطرای کوچیک، متوسط و بزرگ، کف ظرف و کلاژن گذاشت، جوری که سلولات دیگه نمیتونستن مثلا اینجا رشد کنن، مجبور بودن توی همون دیسک رشد کنن. عملا بهشون یه نظمه هندسی داد و در کمال شگفتی مشاهده کرد که الان دیگه سلولای بنیادی قشنگ میتونن پترنیو که ما در حین در واقع دیولوپمنت جنین مثلا تو ملای بلاستوسیست میبینیم رو مشاهده بکنیم. دقیقا مثلا مارکرهای تروفکتودرم رو مشاهده میکردین، مثلا مارکر تروفکتودرم به فرض سیدیکس تو همین الان دیدیم مارکر تروفکتودرم بود دیگه. خب میبینین سیدیکس تو مرکز خیلی کمه، ببینین این سیدیکس تو مرکز خیلی کمه، یه دفعه توی قطر خیلی زیاد میشه. این رنگ سبز واسه سیدیکس تو هستش. خب یعنی انگار این پیرامون این تبدیل به سیدیکس تو شده، یه لایه داخل ترش تبدیل به اندودرم شده، یه لایه داخل یه تبدیل به مزودرم شده و اون سلولایی که این وسط هم هستن اکتودرم شدن و یه خیلی اتفاق فوق‌العاده‌ای بود. یعنی پترنینگ رو تونست تو لوله آزمایش ببینه. حالا با مارکرهای دیگه هم تستش کرد و دید که درست هستش و یه مقاله که اخیراً تو 2000 حالا 3 سال پیش توی مجله نیچر باز چاپ کرد نشون داد که حتی این تا این مرحله تو 2014 رو اتفاقاتی که پیش از این که جنین بره تو رحم مادر لانگزینی داشته باشه رو تونسته بود سیمولیت کنه کف لوله آزمایش. منتها توی جنین هولوش روز 4 و نیم وارد رحم میشه، یعنی دیواره در واقع او تخم دورش رو میترکونه و حمله میکنه و داخل رحم خودش رو دفن میکنه. منتها ایشون تونست اتفاقاتی که تو روز 6 هم رخ میده و اتفاقاتی که تو روز 8 جنینی و پترنای خیلی فوق العاده ای که شبیه پترنایی هستش که ما توی آی سی ام و تروفکتودرم میبینیم و اتفاقاتی که تا حتی روز 10 جنینی هم رخ میده رو داخل یه لوله آزمایش در واقع شبیه سازی کنه. و حالا سوال اینه چی توی در واقع مدل وادینگتون کم بود؟ در واقع چی رو ما به این مدل اضافه کنیم که بتونیم آزمایشاتی شبیه آزمایش بریوانلو رو و سلف اورگانایزیشن رو در واقع سیمولیت کنیم؟ و جواب اینه کامیونیکیشن بین سلول ها، یعنی ارتباطات بین سلول ها. اگه یه سلول نتونه به سلول بغلیش بگه من تروفکتودرمم پس تو هم تروفکتودرم شو، کاملا پوزیشنینگ سلول های تروفکتودرم ممکنه رندوم باشه. یا اگه نتونه به سلول جنین بغلیش بگه ما 3 سلول تو گوش قرار گرفتیم پس سلول بعدی باید ساپورتینگ باشه، ممکنه به جای که 3 ردیف ببینیم 8 ردیف ببینیم، یه جای 5 یه جای 2 کاملا رندوم. پس کامیونیکیشن خیلی مهمه و ما سعی کردیم به همه مدل های کامپیوتیشنالی که تا قبل از این بود شبیه مدل های دیفرانسیلی که تا اینجا دیدین، همه این مدل ها سلولا رو آیزولیتد در نظر می گرفتن. و حالا تمام ایده ما داخل این مقاله این بود که این کامیونیکیشن یا ارتباطات بین سلول ها رو هم به مدل محاسباتمون اضافه بکنیم. حتی تا روز 12 رو ایشون مدل کرد و از اینجا به بعدش در واقع من واگذار می کنم به حسین عزیز.
دکتر اون قسمت بیولوژی قضیه رو کامل برام توضیح دادن که چه اتفاقی میفته. من یکم از اینجا سعی میکنم برم قسمت مدل سازی و مدل سازی اون کاری که انجام دادیم و بیشتر توضیح بدم. همونجوری که دکتر گفتند، اون مدلی که دکتر بریوانلو اینا ارائه داده بودن به این صورت بود که ما وقتی که این سلولا رو قرار میدن رو اون کلونی ها و اون کلاژن ها، از بیرون فید تشکیل میشد، یعنی از قسمت بیرونی سلول فید، از قسمت بیرونی اون کلونی فید تشکیل میشد و از تروفکتودرم که CDX2 مارکرش بود همجور شروع میشد و میرفت به اندودرم و مزودرم و اکتودرم میرسید. ولی خب اتفاقی که میفته اگه بخوایم این مسئله رو یکم ریاضی اگه بخوایم مدلش کنیم، کلا تو بیولوژی معمولا پترنینگ به صورت هایرارکیکال اتفاق میفته، یعنی اول هیچی پترن نداریم، بعد یه پترن اولیه‌ای شکل میگیره، اون پترن اولیه‌ای که شکل گرفت عملاً بهتون اون کلو میده که پترن‌های دیگه از همونجا به صورت آبشاری شروع میکنن شکل گرفتن. یعنی عملاً تو فیزیک هم یه چیز داریم بهش میگن سیمتری بریکینگ، یعنی اول که اون سیمتری که از بین بره و یه پترن اولیه شکل بگیره، کم کم پترن‌های دیگه از رو میان شکل میگیرن. اینجا هم اگه بخوایم مسئله رو مدل کنیم، مسئله‌ای که مطرح شده اینجوریه که اون چیزی که دکتر بریوانلو اینا ارائه دادن اینجوریه که یه اینپوتی میاد تو مسئله، که اینپوت یه پروتئینی به نام BMP4، یعنی وقتی که این سلول‌ها روی کلاژن قرار دارن یه BMP4ی به سیستم اضافه میشه و این اضافه شدن BMP4 باعث میشه یه اتفاقاتی بیفته. اتفاقی که میفته چیه؟ دو تا ژن وجود داره که اینا خیلی مهمن تو این، برای این اتفاقی که میفته تو اول پترنینگ، اونم چیزه BMP4 و یه ژن دیگه‌ای به نام ناگینه. این دو تا اون مارکرهای اساسی و کلیدی هستند که باعث میشن پترنینگ شکل بگیره. و بعدش که BMP4 و ناگین یه حالت یه پترنی گرفتن، بعد دیگه این مارکرهای تروفکتودرم و اینا، مارکرهای مثل ساکس 2 و CDX2 و ساکس 17 و اینا، مارکرهای دیگه از روی اون پترن اولیه شکل میگیرن. یعنی پس مسئله اینجاست که اون پترن BMP4 و ناگین چجوری شکل میگیره. اگه اون شکل بگیره دیگه طبق یه سری مثلا یه سری روشایی داریم به نام پوزیشنال اینفورمیشن و غیره، که این باعث میشه که این بهمون توضیح میده که دیگه از اون پترن اول BMP4 و ناگین چجوری میاد پترنای دیگه مثل پترن ساکس 2 اینا شکل میگیره. بنابراین که اون قسمت مسئله حل شه، عملا خیلی ساده تر قسمت دوم مسئله حل میشه و دیگه اون پترنا رو میتونیم بگیریم. و کاری که ما هم بیشتر انجام دادیم، هدف این بوده که اون قسمت اولو بیایم مدل کنیم و ببینیم که BMP4 و ناگین چجوری توی سیستم شکل میگیرن و چجوری پترنشون شکل میگیره توی سیستم. دکتر تقریبا روش های محاسباتی رو یه اشاره کردم، ولی کلن با سه تا روش معمولا کارهایی که سیستم بیولوژی و میخوام مدل سازی ریاضی انجام بدن، معمولا سه تا روش رو استفاده میکنم برای مدل سازی ریاضی. روش اول روشیه که سلول توش خیلی هویت خاصی نداره، یعنی فرض میکنم ما یه فیلده و تو این فیلد یه سری چیز داریم به نام مورفوجین، و این مورفوجینا تو این فیلد با هم دیگه یه جور اینتراکشن میکنه و از اینتراکشن مورفوجینا تو فیلد یه پترنی به وجود میاد، و حالا اون پترن که مورفوجینی که به وجود میاد باعث میشه سلولایی هم که تو اون فیلدن یه فیت خاصی بگیرن. مثلا مدل اول مدلیه که بیشتر مدل مثلا حالت تیورینگ، مثلا آلن تیورینگ هم یه مدلی ارائه داده بود سال 1952 به نام اسمش بود. پیپرش هم هست کیمیکال بیسس اف مورفوجنسیس، که مدلی که تیورینگ ارائه داده مثلا یه حالتی مثل اون مدل اولی که وجود داره، یعنی هیچ سلولی وجود نداره، یه سری فیلد، این فیلده با استفاده از اینتراکشن تو اون فیلد یه پترنی شکل میگیره. یه سری مدلای دیگه ای هستن، مدلا کاملا ایجنت بیسن، یعنی فرض می‌کنیم یه سری سلول وجود داره و این سلول ها با هم دیگه اینتراکت انجام میده، و این اینتراکشن سلول ها و اینکه پترن چجوری شکل میگیره کاملا بر اساس انرژیه. یه چیزی به نام انرژی وجود داره که هر سلولی انگار مثلا یه انرژی وجود داره برامون، و هر سلولی انرژی داره و سیستم کلا میره به سمتی که مینیمایز کنه انرژی. حالا اینکه این مدل چجوری انجام میشه، کلا این قسمت مدل های انرژی بیسد هدف ما نبوده که روش بحث کنیم، خیلی نمیخوام وارد دیتیل این مدل انرژی بیسد بشم. و یه مدل سومی هم که وجود داره که بیشتر کار ماه و غیره است به دکتر هم توضیح دارم، مدل داینامیکال سیستمه. یعنی ما فرض میکنیم که یه سلول داریم، تو اون سلول یه سری جینن که این جینه با هم دیگه یه سری اینتراکشن دارن، اینتراکشن اون جین ها رو کاملا با معادلات دیفرانسیل مدل میکنیم، و اون معادلات دیفرانسیل یه جوابی دارن، یه فیکس پوینتی دارن. معادلات دیفرانسیل وقتی حل میکنیم میرسن به یه استیتی، مثلا مدل وادینگتونی که دکتر ارائه کرد
یه معادل دیفرانسیلیه که این محوری که دکتر محوری که به سمت داخل به سمت ما تایمه و این معادل دیفرانسیل تو تایم حرکت میکنه حرکت میکنه سلول ها در نهایت به یه فیتی میرسن که این فیت بر اساس فیکس پوینت معادل دیفرانسیله که فیکس پوینت معادل دیفرانسیل هم دقیقا میشه کانسنتریشن اون جین خاص تو اون سلول و اینجوری فیت تعیین میشه. این سه تا اپروچ ماتماتیکالی بود که وجود داره که اینو دیگه چون دکتر گفت نمیگن اینا مدل مدل ایجنت بیسه که کاملا بر اساس انرژی کار میکنه. یه اشاره به مدل های پتن فورمیشنی که تا الان داشته بکنم چون که این مدل پتن فورمیشن از یه جهتی مهمه، از این جهت که بعد از اینکه ما اون معادله اولیه رو ارائه دادیم و اون پترن بی ام پی 4 و ناگین شک گرفت، عملا با استفاده از همین مدل های مثل پوزیشنال اینفورمیشن اینا اون پترن هم ساکس 2 و ساکس 17 اینا شکل میگیره. به خاطر هم یه اشاره میکنم که این مدل ها چجوری کار میکنن و چه اتفاقی میفته. یکی از مدل های اولیه‌ای که بر پترن فورمیشن ارائه شده مدل پوزیشنال اینفورمیشنه. این مدل یه مدل خیلی ساده است. این محور افقی اگه فرض کنیم که طول سلوله، یعنی یا طول مثلا آره مثلا میتونید یه فیلد در نظرش بگیرید، اون محور عمودی رو کانسنتریشن یه جین خاص رو به اون نشون میده و عملا یعنی این محور نشون میده که کانسنتریشن یه جینی داره تو طول سلول افت میکنه و تو این مدل میان یه سری ترشولد تعیین میکنن، یعنی مثلا یه ترشولد T1 یه ترشولد T2 و میگن که اگه مثلا سلول تو جایی باشه که کانسنتریشن این جینه این مورفوجینه مثلا T1 بالاتره یه فیتی سلول میگیره، اگه اونجایی باشه که کانسنتریشن این مورفوجینه بین T1 و T2 یه فیت دیگه ای میگیره و اگه اونجایی باشه که از T2 پایینتر یه فیت دیگه ای میگیره. مگه نگاه کن اینجا اصلا سلولی چی نیست، یه فیلدیه که یه مورفوجینیه که این یه کانسنتریشنی داره و بر اساس اینکه این کانسنتریشن این مورفوجینه چیه میگن که اون سلولایی که اونجا هن یه پترنی میگیرن. و خب یه نکته ای که تو این مدل هم خیلی مهمه که در نظر بگیرید اینه که از اول یه عدم سیمتری وجود داشته، یعنی انگار از اول من یه سورسی دارم یه ور سلول که اونجا کانسنتریشن زیاده و این کانسنتریشن پخش میکنه با دیفیوژن کم کم تو طول ادامه سلول کانسنتریشن اون چیز کم میشه، یعنی یه جایی عدم سیمتری تو خود سلول وجود داشته از قبل و این عدم سیمتری باعث میشه که فیت سلولا متفاوت بشه. از اول نمیتونه این مدل یه چیزی مدل کنه که هیچ عدم سیمتری وجود نداشته باشه از اول. ولی یه مدل دیگه ای هست، مدل تیورینگه که این همونجور که گفتم آلن تیورینگ 1952 ارائه داده. این مدل میتونه حتی اگر عدم سیمتری هم نداشته باشید توی سیستم بهتون توضیح بده که چرا پترن شکل میگیره. مدلش بر اساس اینتراکشن دو تا مورفوجینه، یعنی من یه مورفوجین A دارم یه مورفوجین B که این مورفوجین A و B با هم دیگه یه اینتراکشنی دارن و اون اول میتونه کانسنتریشن مورفوجینا کاملا یکسان باشه، یعنی هیچ لزومی نداره که یه ور سلول مثلا یا یه ور مثلا محیطمون نیچمون مثلا کانسنتریشنی بالاتر باشه تا عدم تقارن شکل بگیره. این مدل ولی یه چیزی قابلیتی که داره اینه میگه اگه یه نویز اولیه‌ای وجود داشته باشه، یعنی من یه نویز اولیه بدم یکی از این سلولا یکی از این مورفوجین‌ها یکم یه جایی بالاتر از کانسنتریشنش بالاتر از مورفوجین قبلی قرار بگیره، مدلش یه جوری مدل فیدبک مثبت‌تره که این باعث که دقیقاً همین یه پرتربیشن کوچیک باعث میشه که اون فعالیت شکل بگیره و بر اساس این سری روابطی که هست باعث میشه همون مدل کوچیک امپلیفای بشه، همون نویز کوچیک امپلیفای بشه تا یه چیزی مثل این شکل بگیره. مثلا یه پترنای اگه بخواید مثلا این مثل پترنهاییه که پترنای اوسیلیشنیه، مثلا من میخوام نمیدونم مثلا میتونیم انگشتو هم اینجوری مدل کنیم که مثلا یه جای جین هست نیست هست نیست، مثلا این پترنایی که اینجوری هست پترنای اوسیلیشنی، هر جایی که بدنتون چیزای اوسیلیشنی وجود داشته باشه یعنی سلولهایی باشن که یه سلولی هست یه سلول نیست، مثلا این مدل میتونه توضیح بده کاملا این مدلی که باعث میشه اوسیلیشن به وجود بیاد، این میتونه اینو مدل کنه. و خب همونجوری که گفتم نکته مهمش اینه که عدم تقارن لازم نیست باشه، یعنی اگه نویز اولیه میتونه همه چی شکل بگیره. و خب حالا مدلی که ما در نظر گرفتیم برای خیلی یه حالت بینابینی یه مدل داینامیکال سیستمه، یعنی اون قسمت داخل سلولش کاملا داینامیکال سیستمه و یه چیزی که اد شده به این اینه که این داینامیکال این اینتراکشن هم توش لحاظ شده همونجوری که دکتر گفت، یعنی که این
توی داخل سلول اگه یه ماده تولید میشه یه جوری دارن اینتراکت میکنن، این ماده انگار که میتونه بیاد خارج سلول و روی بقیه سلول هایی هم که تو اونجا وجود دارن اثر بذاره. یعنی مدل تنها ویژگی که داره نسبت مدل های داینامیکال سیستم همینه که این قابلیت رو میده که اون جین ها در بیان از داخل سلول دیفیوز کنن و روی سلول های دیگه که تو اطراف قرار دارن هم اثر بذارن، و همین اینتراکشنی که این شکلی مدل میشه باعث میشه که یه پترنی پترن دلخواهی که میخوایم شکل بگیره. دیگه اینجا رد میکنم، اینجا فقط من میخوام ببینیم که یه همچین پترنی میخواد شکل بگیره. یه پترنی که از اکتودرم، اندودرم و مزودرم رو برامون مدل کنه. و یه سری کارهای دیگه هم اومده انجام شده، یعنی بعد از اون پیپر دکتر بایوانو یه سری اکسپریمنت های دیگه هم انجام شده. مثلا یکی از اکسپریمنت هایی که انجام شده اینه که مثلا قطر این کلونیه رو شما کمش میکنیم. وقتی این قطر این کلونیه رو کم میکنن، خیلی موقع دیده میشه که مثلا وقتی قطر کلونی خیلی خیلی کوچیکه، یک دو تا فیتا اصلا به وجود نمیاد. چون اگه نگاه کنیم مثلا اینی که میبینید، این نموداری که میبینید کانسنتریشن بی ام پی 4 توی طول کانسنتریشن بی ام پی 4 توی قطر اگه نگاه کنیم، همونجور که میبینید مثلا همینجور که به سمت بیرون میره این کانسنتریشن افزایش پیدا کرده. و اگه بخوایم مدل پوزیشنال اینفورمیشن نگاه کنید، اگه ترشولد بذاری مثلا برای یه ترشولدی به بعد یه فیتی شکل میگیره، ترشولدی به قبل یه فیتی. ولی وقتی مدل خیلی کوچیکه اصلا بی ام پی 4 انگار زیاد چیزی نداره، زیاد اصلا زیاد تغییری تو طول چیز نداره، تو طول سلول نداره بی ام پی 4، تو طول اون یا نیچ نداره بی ام پی 4 که بتونه اصلا فیتای مختلفی شکل بگیره. یعنی یه مشاهده‌ای که شده اینه که وقتی من قطر رو کوچیکش میکنم، اولا یه سری از فیتا تشکیل نمیشه و شکل نمیگیره، و این هم دقیقا مشابه بی ام پی 4، همون رفتاری که بی ام پی 4 داره رو پی اسمت هم داره. اگه بی ام پی 4 همونه رو اسمت روی پی اسمت تاثیر میذاره و حالا پی اسمت یک کاری میکنه، دقیقا رفتاری که بی ام پی 4 داره رفتاریه که پی اسمت هم داره. و خب مدل باید بتونه اینم چیز کنه دیگه، یعنی وقتی یه مدلی میکنی بعد این ابزرویشن هایی که انجام دادن رو هم بتونه توضیح بده. یعنی اگه واقعا کوچیک میشه قطر نیچمون، باید بتونه مثلا اینو توضیح بده که چرا یه سری فیتا شکل نمیگیره. و خب یه ابزرویشن دیگه ای هم که مدل باید بتونه توضیح بده اینه که توی قسمت قبلی اون نیچ یا اون کلونیمون معمولا چیزش 500 میکرومتر بود قطرش. اومدن وقتی قطر رو زیاد کردن، مثلا تو اینجا قطر رو 3 میلیمتره، این قطر شده 6 برابر شده. یه چیزی که مشاهده شده اینه که پی اسمت، یا حالا همون بی ام پی 4 هم میتونی معادلش بگیری، یه حالت اثبات داره. یعنی اینجوری نیست که دیگه پترن وقتی قطر خیلی زیاد میشه پترن منظم از بیرون به داخل شکل نمیگیره، اینجوریه که یه سری اثبات شکل میگیره که این اثبات ها مثلا جایی هن که یه مثلا بی ام پی 4 بالاتره. اگه نگاه کنیم مثلا یه پیکسل یعنی تو طول این خط نگاه کنیم، یعنی باعث شده یه رفتار، اگه قطر خیلی زیاد شه بزرگ بشه، باعث شده یه رفتار حالت نوسانی دیده بشه تو سیستممون، که خب وقتی مدلی انجام میدید باید بتونه این رفتار رو هم بتونه مدل کنه و برای این رفتار هم بتونه درست باشه مدلی که انجام میدید. آقا من یه اشاره‌ای به یک دو تا مدل بدم که برای این رفتار قبلا ارائه شده بود قبل کار ما، و بعد مدل خودمون هم میگم. یه مدلی که ارائه شده بود یه مدل ساده، همون مدل اولیه است که وجود داره، که انگار بی ام پی 4 مثلا میاد اسمت رو فعال میکنه، پی اسمت رو فعال میکنه، پی اسمت میاد یه ژن دیگه بده ناگین فعال میکنه، ناگین بی ام پی 4 رو ریپرس میکنه، ساپرس میکنه. خب این یه مدلیه که خیلی از رفتارهایی که الان دیدیم میتونه توضیح بده، ولی خب یکی از رفتارهایی که نمیتونه توضیح بده اوسیلیشنه. یعنی این مدل هیچ وقت، این مدل یه مدلیه که هیچ وقت اوسیلیت نمیکنه. اگه مدل دینامیک سیستمش رو بنویسید و اینا، هیچ وقت مدلتون قابلیت اوسیلیشن رو این مدل نداره، قابلیت اوسیلیشن. به خاطر همین مدل ولیدی نیست برای این کاری که الان داریم انجام میدیم دیگه، برای مدل سازی این رفتار مدل ولیدی نیست، چون ما دیدیم که تحت شرایطی اوسیلیشن هم اتفاق میفته، بنابراین از اون مدل نمیشه استفاده کرد. یه مدل دیگه ای که خیلی نزدیکه به اون چیزی که الان ما هم ارائه دادیم و یعنی ما بهش اد کردیم، مدلیه که یه فیدبک مثبتی هم برای بی ام پی 4 گذاشته، و این فیدبک مثبت دقیقا همین یه لینک رو اضافه کردن، این قابلیت رو میده که اوسیلیشن رو هم ببینیم توی سیستم. یعنی همین یه فیدبک مثبت رفتار داینامیک سیستم رو کاملا عوضش میکنه. اگه مدل دینامیک سیستمش رو بنویسید، باعث میشه
اوسیلیشن هم دیده بشه. این مدل میاد، فقط این مدل یه نکته‌ای که داره، این مدل از اون جنس مدل‌های ریاکشن دیفیوژنه، یعنی مدل‌هایی که سلول رو در نظر نمی‌گیرن. انگار یه فیلدیه، من سلول اصلا کار ندارم، یه فیلدیه، تو طول این فیلد یه بی ام پی 4 ناجینی هست که اینا با هم طبق این رابطه اینتراکت می‌کنن و وقتی معادله رو ران کنی با یه شرط اولیه‌ای همچین چیزی به وجود میاد و اون پترنی که ما می‌بینیم مثلا از داخل به بیرون کم میشه یا زیاد میشه، انگار که یکی از این طول موجهای مثلا اینجاست، مثلا انگار که اون سلول مثلا توی یکی از اینا قرار داره و این باعث میشه مثلا یه جایی مثلا مقدار بیرونیش بی ام پی 4ش زیاد باشه، همینجوری که میاد داخل انگار کم باشه. انگار یعنی مثلا کل اون چیزی که داریم میبینیم این قسمت این معادله است که داریم نگاه میکنیم، اون چیزی که تو سلول اتفاق افتاده یا تو اون کلونی اون اتفاق میفته. این مدل مدل خوبیه از این جهت که اوسیلیشن رو برامون مدل میکنه، از یه جهت بده، از این جهت که هیچ سلول تو این مدل هویتی نداره و من نمیتونم تو این مدل یه سری پارامتری که مربوط به سلول رو عوض کنم و بتونم پردیکشن ارائه بدم. یعنی خیلی موقع من میخوام یه معادله ای داشته باشم، یه مدلی داشته باشم که اون بهم قابلیت رو بده که من بتونم یه چیزهایی رو تو بیولوژی عوض کنم و تستش کنم. این مدل خیلی مدل نزدیک به واقعیت نیست که قابلیت تست شدن رو به ما بده. مدلی که همونجور گفتم مادردم یه خیلی شبیه اینه، فقط نکتهش اینجاست که چون سلول در نظر گرفته شده قابلیت تست شدن داره، قابلیت اینو داره که من یه سری پارامتری دارم که توضیح بیولوژی داره، یه سری پارامتری دارم که به بیولوژی نزدیک. اگه بخوام اینو بنویسم، مدل دیفرانسیل دقیقا همینجوره که یه بی ام پی 4 دارم، یه ناگین دارم که بی ام پی 4 ناگین رو فعال میکنه و ناگین بی ام پی 4 رو ساپرس میکنه و خود بی ام پی 4 هم خودش فعال میکنه. همونجوری که دکترم گفتن این که وقتی اینو اینجوری مدل میکنم منظوری نیستش که مستقیم این اتفاق میفته، من بی ام پی 4 میدونم که مستقیم به ناگین ربط نداره و میدونم که تو طول سلولی یا عالم چیز این وسط هست، ولی با به صورت غیر مستقیم یا این دایرکت بی ام پی 4 وقتی زیاد بشه مثلا ناگین هم زیاد میشه، یعنی این مدل دایرکت نیست. معادلش همونجوری که قبلا الان دکتر نوشت مثل هیل فانکشن، دقیقاً همونجوری مثل هیل فانکشن من این معادله رو مینویسم، هم برای ناگین میتونم بنویسم هم برای بی ام پی 4 میتونم این معادله رو بنویسم. فقط یه نکته ای که اینجا وجود داره مثلا این ترمه که شما باید نظر بگیرید که چون بی ام پی 4 خودش داره خودش رو چیز میکنه، خودش داره خودش رو فعال میکنه و ناگین داره بی ام پی 4 رو ساپرس میکنه، اون دوتا سایتی که این داره این اتفاق میفته باید ببینید که با هم ربطی دارن یا نه. یه موقعی هست سایت ها اینا از هم دیگه جداه، یعنی سایتی مثلا پروموتری که بی ام پی 4 رو خودش میشینه یا ناگین، شما انگار چیز دارین انگار ایندیپندنتن، یعنی من انگار که معادلم یه معادله ایندیپندنت برای بی ام پی 4 ضبط در اون حالتی که ناجیم میخواد روش اثر بذاره. یه موقعی هست نه اینتراکشن وجود داره، یعنی من بی ام پی 4 که میشینه رو اون سایت باعث میشه تغییر کنه اینکه ناگیم واقعا میشینه رو سایت خودش یا نه، که اینجا یه اینتراکشن در نظر گرفته شده. اگه شما حالا این معادله بخواید دیتیل در بیارید میبینید که اینجا اینتراکشن لحاظ شده تو اینتراکشن سایت بی ام پی 4 و ناگیم. و یه فید خوبی هم که وجود داره کلا همیشه تو داینامیکال سیستم کار میکنید اینه که معادلاتتون رو بیبوت کنید. وقتی معادلات رو بیبوت میکنید معمولا پارامترهای سیستمتون کم میشن و پارامتراتون یه معنی به خودشون میگیرن، یعنی پارامتر بیبوتتون معمولا یه معنی پیدا میکنن و با این سر پارامتر بیبوت تعریف کردیم و این سر پارامتر بیبوت این معادله رو فقط بیبود شده اونجا، یعنی اونایی که هر از چیزی که باروشه حالت بیبود شده هم معادله اصلی. و این بیبود شدن یه خاصیتی که گفتم بهتون میده، مثلا این خاصیتی که وجود داره مثلا این پارامتری بنام گاما و لاندا به وجود اومده که آلفا ان به آلفا بی ه و بعداً هم میبینیم که این پارامتر خیلی مهمه تو پترن شکل گرفتن. این چی آلفا ان به آلفا بی؟ آلفا ان به آلفا بی مثلا ضریب دگریدیشن ناگین و بی ام پی 4، یعنی این سری پارامترایه که این سری پارامتر معنی دارن و این معنی و حالا بعدا میبینیم که اگه مثلا این لاندا خیلی تغییر کنه پتر معمولا شکل نمیگیره، ولی همین دیگه از این اسمه. اگه اینو بخوایم جدا رانش کنید معادله رو، یعنی من فرض کنم فقط یه سلول دارم هیچ سلول دیگه هم ندارم، این بسته به اینکه پارامتراتون چی باشه سلول میتونه رفتارهای مختلفی داشته باشه. یعنی تو یه رنج پارامتری الان میبینم که هم بی ام پی 4 هم ناگین رسیدن به فیکس پوینت، مثلا حالت تایمشه اینه حالت فیز اسپیسشه، یعنی به یه فیکس پوینتی رسیدن ثابت شدن، من یه رنج پارامتر رو که عوض میکنم رفتارم کاملا رفتار اوسیلیشنی میشه. این برای موقعی که یه سلول در نظر میگیرم همین
داینام همین سیرکت رو میذارم دقیقا توی یه سلول. حالا من میام همین رو در نظر میگیرم، سلولا رو زیاد میکنم. اگه در نظر بگیرید مثلا اون مدل اصلی اون باشه که هر کدوم دایره کوچیک یه سلولا، من تو هر کدوم از این سلولا یه دونه از این سیرکت ها دارم، یکی این سیرکت های بی ام پی 4 ناگین دارم. و نکته که وجود داره اینه که کانسنتریشن این بی ام پی 4 ناگین هر چی باشن، اینو میتونن دیفیوز کنن تو طول اون فیلدی که هست و روی سلول دیگه ای که در اطرافش اثر بذارن. عملا سلولایی که نیبرش هستن اثر بیشتری میگیرن ازش تا سلولایی که دورتر هستن، و خود همین یه جور اثر کامیونیکیشنی داره که باعث میشه پترن شکل بگیره. و خب اگه بخواید معادلش هم بنویسید، فقط یه ترم الان اینجا دیفیوژن اضافه میشه، دیفیوژنی که حالا با بیبوت شدهش، دیفیوژنی که باعث میشه که اینا رو هم دیگه اثرگذار باشن. و نکته هم اینجاست که شما تو هر رنج پارامتری خب رفتار قاعدتا نمیتونید بگیرید، باید خیلی تر رنج پارامتری مختلفی تست کنید که ببینید تو کدوم رنج پارامتری که دقیقا رفتارتون همون رفتاری میشه که انجام شده. ما هم با کلی ترای ارور تقریبا، چون معادلی که تعداد پارامترش خیلی زیاده، مثلا نگاه کنید مثلا پارامترش حدود 7-8 پارامتر داره، خیلی از نظر آنالیتیک نمیشه دقیق مدلش کرد و ریاضی که بگم دقیقا مثلا اگه این رنجا اینجا باشه مثلا فیکس پوینت، اگه رنجا اینجا باشه لیمیت سایکل، یه اینتویشنی میشه این داشته باشه و دقیق نمیشه. من کلی سیمولیشن انجام شد و یه رنج پارامتری ایدئال در اومده. و یه نکته دیگه اینجا وجود داره اینه که هر وقت بخواید رفتار اوسیلیتور بگیرید، معمولا هم تو مدل تیورینگ همین مدل مثلا دیفیوژن اون اینهیبیتورتون که الان اینجا ناگینه با خیلی بیشتر از دیفیوژن اکتیویتورتون باشه که اینجا بیم. ما اگه نگاه کنیم اینجا مثلا این دیفیوژن حدود 50 برابر مثلا، و واقعا هم تو واقعیت هم اون دیفیوژن معمولا زیادتر خیلی اگه بخواید رفتار شکل بگیره. حالا اگه همین معادله رو رانش کنی، همین معادله دقیقاً یه کلونی رو بگیرم، کلونی 500 میکرومتر دقیقاً میگیرم، همین دقیقاً تو هر کدوم از اون تک سلول ها این داینامین معادله این ژنتیک سیرکت رو میذارم، بعد میذارم که دیفیوزم کنم. اگه نگاه کنید دقیقاً همون چیزی که میخوایم تو اون 500 میکرومتر شکل میگیره، یعنی اون سمت راستیه بی ام پی 4 که میبینید که لذتش از بیرون به داخل داره کم میشه، یعنی تو بیرون و تو ایج ها بیشتر غلظت رو داره، هر چی که میاد داخل غلظتش کم میشه. و دقیقاً ناگین رفتار برعکسش شده، یعنی تو بیرون تو داخل زیاده و تو بیرون کمه. این دقیقاً همون رفتاریه که تو آزمایش دکتر برایوان لوینا دیده شده بود. و اگه اینو حالا بیار بیشترش کنید، قوت رو مثلا من میگم 2.5، اگه این معادله بذارید رانشه وقتی قوت 2.5 همین دقیقاً همین داینامیکال سیستمو میبینید که این اثباتایی هم که دیده شده بود اینجا شکل میگیره. یعنی این معادله ای که ارائه شده و این کامیونیکیشن دیفیوژنه باعث میشه که اگه من قوت رو زیاد کنم، دقیقاً اون پترن اثباتی هم که دیده شده بود و اون روش دیگه خیلی نمیتونست توضیحش بده رو کاملا مدل کنه برام. یه چیز دیگه ای که فقط لازم بود تست بشه اینه که اگه من اصلا سلول در نظر نگیرم چی؟ یعنی فرض کنید که من دقیقاً سلول نظر نمیگیرم، همون مدل های ریاکشن دیفیوژن تو کل سلول میام انجام میدم، تو کل فیلد میام انجام میدم و اصلا معادله تو سلول را نمی کنم. نکته که وجود داره اگه ریاکشن دیفیوژن انجام بدید، حالا صرف نظر از اینکه کوانتیتیتیو مثلا اون شکل سمت راست که قطر را تقریباً کوچیک فرق میکنه، ولی از نظر خیلی عملیش، یعنی تغییر تفاوت که کاملا واضحه اینه که تو قطر زیاد به جایی که اثبات بگیرید از سیستم، به جایی که پترنتون وقتی اوسیلیشن میشه به حدت اثبات بشه، پترنتون حالا رینگ میشه. یعنی میبینیم که واقعا از نظر رفتاری و کوانتیتیتیو کلا متفاوته اگه واقعا سلول رو در نظر بگیرید و این کار انجام بدید یا نه، کلا اینو یه فیلد در نظر بگیرید و بیاید روی اون فیلد معادله رو ران کنید. و یه کار دیگه هم که خب میشه انجام داد و حالا ما مثلا تست کردیم اینه که واقعا ببینیم که حالا که ما این معادلم اوکی بود اینو توضیح داد، ببینم که حساسیت معادلم به هر کدوم از پارامترها چیه. یه سری پارامترها خیلی واضحه که سیستم چجوری نسبت بهش رفت جواب میده، یه سری پارامترها خیلی واضح نیست. مثلا یه پارامتری مثل بتا ان که ضریب مثلا یه حالت اکتیویشن ناگین بود، خب معلومه اگه زیاد بشه احتمالاً کانسنتریشن ناگین میره بالا و چون اون ریپرس میکنه بی ام پی 4 میاد پایین. و یه پارامتر مثل آلفا بی هم آی بی هم بازم چون برای تولید بی ام پی 4 اگه زیاد بشه احتمال بی ام پی 4 زیاد میشه، ناگین میاد پایین. و خب این رفتاری که دیده میشه دیگه، اگه نگاه کنین بتا این که زیاد میشه اون بی ام پی 4 کم میشه، ناگین زیاد میشه و آلفا بی که زیاد میشه بی ام پی 4
کانسنتریشنش میره بالا و ناگهان یکم کانسنتریشنش میاد پایین. یعنی این کاملا اینتویشنی میشه حدسش زد. ولی یه سری پارامتر هست خیلی اینتویشنی نمیشد حدسش زد. مثلا یه پارامتری مثل R1 که یه جوری مدل میکرد اینتراکشن BMP4 با اون سایت پروموترش رو و اینتراکشن مثلا ناگین با اون سایت پروموتری که رو BMP4 اثر میکرد. یه جوری این پارامتر نماینده همچین چیزی بیولوژیه. اینو خیلی نمیتونید دقیق حدس بزنید که من اگه زیاد چه اتفاق میفته. یه پارامتر مثل لاندا که نسبت دگردیشن این دوتا بود خیلی رفتار اینتویتیوی ندارن. اگه نگاه کنید خیلی هم قبلش نمیتونستید از قبلا حدس بزنید چه اتفاقی میفته. یه سری پارامتر هستن که سیستم بهشون خیلی حساس تره و نمیتونید حدسش بزنید. و اگه حالا بخوام اینو یه ذره کوچیکم ببخشید، اگه بخوام سنسیتیویتی آنالیز کنیم و بخوام ببینیم که چقدر سنسیتیو سیستممون، میبینید که سیستم به یه سری پارامتر سنسیتیو تره، به یه سری پارامتر سنسیتیو تر نیست. اون چیزه سمت راست برای ناگین، این چیزی سمت چپ من برای BMP4. مثلا یه سری پارامتر میبینیم، مثلا اگه این توی رنج چیز عوض این پارامتر هیچ تغییری نکره، اون زردی هم که میبینید میزان مثلا استاندارد دیویشن ما پارامترها رو اول اون مقداره عوض کردیم، همین مقدار اپتیموم و هی اومدیم این رفتار رو دیدیم و مثلا استاندارد دیویشنش رو کشیدیم. میبینید که بعضی از پارامترها خیلی اگه عوضشن تاثیر میذارن روی رفتار سیستم و بعضی ها خیلی تاثیر نمیذارن. مثلا یکی از چیزایی که خیلی تاثیر میذاره مثلا همون لاندایی که گفتم، اگه لاندای خیلی عوض شه، مثلا این برای لاندای مثلا این لاندا خیلی عوض شه خیلی سیستم اون رفتارش عوض میشه. یعنی آر یک اگه عوض شه رفتار سیستم اون خیلی عوض میشه. یه جوری میشه اگه بخواید اِوولوشنریز کنین انگار که باید به اینا طبیعت توجه بیشتری کنید دیگه. یعنی چون مثلا یه پارامتر اگه من عوضش کنم هر چقدر عوض شه هیچ اتفاقی نمیفته، یکی باید خیلی فاین تیون بشه. اگه یکم عوض شه اتفاق خوبی نمیفته، پترن هم شکل نمیگیره. یه رفتار دیگه ای که ما تست کردیم البته از نظر محاسباتی دیگه، یعنی از نظر اکسپریمنتال تست نشده، خب بدن نیست تست بشه، اینه که همه اونا بر این اساس بود که من میمدم یه کلونی در نظر میگرفتم و روی این کلونی که دایره شکل بود پترن رو میگرفتم. ولی حالا اگه شکل‌های دیگه در نظر بگیریم، یه جیومتری دیگه در نظر بگیریم که تو بدن حالا بیشتر اتفاق میفته، چه پترنی رو میبینیم؟ اگه اینجا دقت کنیم میبینیم که این دوتا تقریبا یکسانن. اون کلون اون چیزش گیومتریش فقط یکیش یکم دهانش بالاتر، یعنی یکم این باطلنکش کوچیکتر از باطلنک اونه. اگه نگاه کنید کاملا رفتار این دوتا با همگی متفاوته، انگار این دو پاره شده، یعنی دو طرفن و هر طرف برای خودش یه فیتی شکل میگیره، ولی اون نه، اون دقیقا انگار یه چیز واحدی دارن و اون چیز واحد داره شکل میگیره. یعنی عملا گیومتری خیلی موثره تو اون چیزی که اتفاق میفته. دیدم که خیلی ریز افتاده تو اینجا، ولی صرفا کلن کانکلوژنی که بخوایم بگیم این که ما تقریبا یه مدلی ارائه دادیم بر اساس برای مدل سازی واقعیت زیستی که خیلی از چیزهای مدل قبل داشت، مثلا داینامیکال سیستم بود و تو این جایی که برای یه سلول بود خیلی نوولتی نداشت، فقط تنها چیزی که بود این بود که اینتراکشنی به سیستم اضافه شده بود، یعنی سلول ها میتونستن بر روی همدیگه اثر بذارن و دیدیم که واقعا این اثرگذاری مهمیه. وقتی این اتفاق نمیافتاد پترنای اشتباهی شکل میگیره، ولی وقتی اثرگذاری دارن روی سلول رو همدیگه میبینیم که پترن واقعی که تو واقعیت میبینیم شکل میگیره. و دیگه ممنون از اینکه توجه کردید به این تاک. نه اینا همش جین رگولاتوری نتورک، یعنی همش روابط جین جینه کلا، یعنی وارد چیز متابولیکی نیستش، اصلا متابولیک سیستم در نظر گرفته نشده اینجا. بعد یه جایی شما توضیح دادین که اون سایتی که روی مثلا بی‌ام‌پی‌4 قرار داره که یه اینویت بشه یا اکتیو بشه، چون مثلا ببینید سکیوری به سمت خودش داره این که خودش اکتیو بکنه، گفتین اون سایت روی جین هستش که اگر که اینا یک جا باشن برای این کلیک کردن اکتیو کردنش اینا دیگه نمیتونن مستقل از هم در نظر بگیرن. آره معادله کلا در طبق اون عوض میشه. یه موقعی هست مثلا من اون سایتی که
حتی بی ام پی رو که نمیدونم رال مستقیم رو خودش میشینه یا نه، ولی کلا باعث میشه که یه چیزی رو خودش میشینه. یه پروموتری هست یا یه جایی هست که این خودش میشینه رو خودش، یه جای دیگه ای هست که ناگین هم میشینه رو اونجا دیگه، یعنی هم ناگین روش اثر میذاشت هم خود بی ام پی فور رو خود بی ام پی فور اثر میذاشت دیگه. اگه اینا خیلی سایتاش با هم جداست و اگه خیلی با هم جدا باشن، اگه کاملا جدا باشن، معادله‌ای که میخوام بنویسیم ایندیپندنت میشه، انگار یه معادله‌ای هست که ناگین داره این اتفاقو میفته، اونم داره اتفاقو میفته نمیشه. این موقعی هست کاملا کورلیتدن، یعنی مثلا این اصلا یه جوریه که اگه این بشینه رو این، اون هیچ وقت نمیتونه بشینه رو این، یعنی کاملا یه حالت کازالن. یه موقعی این هست نه، یه اینتراکشنی داره، یعنی این بشینه رو این یه ذریبی داره که اینو باعث شه که بشینه رو این یا نه. این حالت جنرال تره، این حالتی که ما هم در نظر گرفتیم این حالته. حالا اگه اون ذریبه مثلا کایکی که اونجا نظر گرفته شده بود و باهاش بازی کنه، یعنی مثلا ببرید به سمت بی‌نهایت یا صفر، هر کدوم از این حالت ایندیپندنت یا این حالتی که کاملا چیز است تو مدل میکنه. یعنی اون کایک ذریبیه که برای جایگاه سایت برنامه با توجه به این مسئله سیستم در نظر گرفتیم. آره تقریبا، ولی خب ما مثلا کایکو که می‌خواستیم، یعنی این معادله با این فرض نوشته شده که اینتراکشن وجود دارد ولی با یه ضریبی، ولی اون ضریبه اینجوری نیست که بگم مثلا زیستی محاسبه شده یا کوانتیتیتیو بوده، اون ضریبه همینجوری مثلا ما فاینتیون شده، همینجوری هی اومدیم معادله چیز شده و دیدیم که مثلا اینجا مثلا حالت اپتیمومشه، که اپتیموم به معنای اینکه پترنی که دیده شده بود تو اکسپریمنت دیده بشه، منظور این از بود. سوال آخرم این به خاطر اینکه بالاخره سلول‌ها تک تک هم دارن سرعت متفاوتی در این معادله شما نشون میدن، وگرنه که خب یه دفعه باید به قول شما همون لینیه تشکیل بشه. اینکه اثبات تشکیل میشه یعنی در واقع همینه که شما اومدین روابط بین سلول‌ها رو دیدین و چون سلول‌ها با سرعت‌های متفاوتی با حالا شکل‌های متفاوت رفتارهای یک کم با هم متفاوت‌تری دارن نسبت به این دو تا ژن عکس العمل نشون میدن، ما داریم اثبات رو می‌بینیم توی اون کلونی مثلا سلیمتری. نمیتونید اینجوری یعنی راجبش صحبت کنید که بگیم این اتفاق میافته، یعنی معادله اینقدر این تنگله، من خیلی نمیتونم الان بگم مثلا واقعا یه چیزی یه توضیحی ارائه بدم که توضیح واقعا خیلی قابل قبولی باشه که چرا این اتفاق میافته. شما میگه کلونی از سلیم ها وجود داره و این معادله و این شار در واقع پترنینگ داره توش اتفاق میفته. آره تو اکسپریمنت هم دقیقاً همین اتفاق میفته دیگه. و نکته که وجود داره اینه که در نظر بگیرید اینه که انگار اینجوریه که اگه برای اون سلولایی که اون وسط هم بخوام معادله دیفرانسیل ران کنم، اونا یه فیکس پوینت دیگه میرسن. مثلا اگه بقیه یه فیکس پوینت دیگه میرسن، اگه تک تک برای هر تک سلول نگاه کنید، انگار اینجوریه که وقتی چیز بزرگ میشه، انگار اینایی که این وسط دارن میگیرن یا اونایی که اثبات میشن یه مقداری میگیرن که این باعث میشه که اون بیزین اف اترکشن اونا با بیزین اف اترکشن بقیه مثلا متفاوت، یعنی میفته یه جایی اون چیزی که از بیرون دارن میان برای یه سری از سلولا که اون مثلا حالت اثبات میشن، که باعث میشه فیتشون با فیت بقیه فرق کنه. انگار وقتی خیلی کوچیک کلونی خیلی این اتفاق نمیفته، انگار همشون تقریبا یه چیزی دارن میگیرن، خیلی این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه پترن خیلی خوبی میگیرن. وقتی بزرگ میشه چون این انگار یه موج دیگه، یعنی حالت موجی داره که از بیرون داره میاد تو، مثلا بی ام پی 4 رو ناگین رو اگه در نظر بگی حالت موجی که داره میاد تو، انگار مثلا موجا آره موجا مثلا اینترفیر میکنه، انگار یه موجه من میخورم به هم یه جایی مثلا یه چیزش زیاد میشه، یه جایش میخورم به هم یه چیزش خیلی کم میشه. دو تا موج اگه در نظر بگی، انگار مثلا اگه من دو تا قله یه قله و چیزش بخورم به هم، انگار این همدیگه رو کاملا خنثا میکنه. فیکس پوینتی که میگن الان وقتی فیکس پوینت میگن، فیکس پوینت هر سلوله، یعنی انگار که مثلا تو اون سلوله که وسطن یا اون سلوله که اثبات میشن، فیکس پوینت اون سلولا با اون فیکس پوینت بقیه سلولا متفاوته. چرا؟ چون مثلا یه انگار یه حالت موجیه که این موج از دو طرف چیز دارن میان به هم برخورد میکنن، اینترفیر میکنن. وقتی که کوچیکه چیز خیلی موجه با هم برخورد چیزی نداره، یعنی خیلی این بهش قابلیت نمیدیم که، یا طول موجش مثلا خیلی زیاده این اتفاق نمیفته، ولی وقتی که این بزرگ میشه انگار واقعا این قابلیت رو میدیم که موجا با هم برخورد کنن و این اتفاق بیفته. حتی این یه چیزی که صرفا میشه توجیه کرد این اتفاق میفته، من نمیتونم 100% بگم به این در این اتفاق میفته. یه سوالی که از شما فرض کنید که
مستقل از اینکه مثلا اون تایپ جینی که قراره مثلا یه اثری بذاره، مثلا همین که مثلا یه جنی توی یه سلول بیشتر بیان شه، انگار مثلا میریزه توی این سلول دورت یکی هم اثر میذاره، انگار یه رابطه خطی هست بین مثلا چند بیان یه جن توی یه سلول با میزانی که میریزه توی اون سلول. اون سلول جنی که اونجا بیان میشه میتونه از سلول بیاد بیرون، همون کمان که دیده میشه که بی ام بی 4 مثلا تو محیط بین سلولی هم میتونه وجود داشته باشه، ناگین هم تو محیط بین سلولی هم میتونه وجود داشته باشه. این از سلول میتونه بیاد بیرون. وقتی از سلول میاد بیرون، تن مکانیزمی که در واقع اونجا چیز داره دیفیوژن دیگه، حتی یکی از مکانیزم هست. یه موقعی هست سلولا به صورت مکانیکی هم به هم چیز وارد میکنه، من مثلا اونو مدل نکردم. یعنی موقعی هست مثلا دو تا سلول دارم، این به هم چسب مثلا یه چیز دارن دیگه، به هم اینتنگلن. از نظر مکانیکی هم اینا با هم رابطه دارن، یعنی همون مکانیکال مثلا باعث میشه که اگه یکی یه اتفاق بیفته برای یکی دیگه یه اتفاق دیگه بیفته. مثلا این پترنای فلفل نمکی که مثلا هست دیده میشه همینه، یکی سلول میره بالا مثلا این سلولا با هم یه اینتراکشن دارن یه اتفاق میفته. ولی این مدل کاملا شیمیاییه، انگار که مثلا من یه جینی دارم، این جین تو این سلول بیان میشه و میتونه بره تو فاز بین سلولی. اینکه میاد بیرون، وقتی میاد بیرون تنها مکانیزمی که چیزشو معادلش رو چیز میکنه یه دیفیوژن دیگه. وقتی دیفیوژن هم میکنه میتونه آپتیک کنه اون یکی. چی؟ جن بیان میشه محصول ژنی. بله بله. میره بیرون محصول ژنی. سیگنالی تولید میکنه که توی سلولای اصلی. بله میتونه توسط سلول مثلا بغلی گرفته شه مثلا اون، یا مثلا میتونه یه چیزی اتفاق بیاندازه سلول بغلی که اون سلول بغلی مثلا یه اتفاقی درش میفته دیگه. یعنی این چیزی که میاد بیرون روی سلول اطراف اثر میذاره. این پارامتر چون با یه پارامتر دیفیوژن تعریفش می‌کنه. پارامتر دیف آره، اگه بخوای اگه واقعا بخوای نگاه کنی و دور و خیلی مثلا رفتار دقیق‌تر مدل کنی، اول اینکه دیفیوژن توی همه جهات یکسان نیست. یعنی دیفیوژن مثلا همگن نیست مثلا چیز. بعد ایزو یا مثلا ایزو یا اولا ضریبش همه جا یکسان نیست، دوم مثلا ایزوتروپ نیست دقیقاً، چون بعضی جا مثلا چه میدونم سایتوسکلتون یا یه چیزایی هست که باعث میشه دیفیوژن راحت‌تر انجام بشه، بعضی جا اصلا رو دیفیوژن نمیتونه راحت‌تر انجام بشه. گیرنده وجود داشته تو بیمارستان میاد اشباه رخ بده، یعنی مثلا تحت بیاد بیشتر نشه. آره این مدل خیلی مدل، یعنی جزء مثلا سیمپلیسی یا مینیمالیست مدله که این اتفاقا میفته براش. کما اینکه قاعدتا تو واقعیت میگم دیفیوژن نه همگنه نه ایزوتروپه، ولی با همین مدل ساده هم میبینی که اون رفتاری که تو اکسپریمنت دیدن تا الان مشاهده میشه، ممکنه یه اکسپریمنتی در آینده انجام بشه که خیلی کامپلیکیتد تر باشه و اون مثلا اون مقدار ایزوتروپی مثلا دیفیوژن مهم باشه واقعا برای اون پترن. بله بله. آره این مثلا فرض شده تو همون سلولایی که دقیقاً اون آزمایش انجام شده دیگه، علارغم اینکه و عدداش یه جوریه که واقعا مثلا با چیز عدداش هم عددهایی که اینجا گذاشته شده عددهایی مثلا درسته گفتم این جوریه که مثلا تست شده چقدر اپتیموم باشه، ولی اینجوری هم نیست که خیلی از نظر بیولوژیک پرت باشه، یعنی واقعا دیده شده مثلا دیگریدیشن ریت مثلا اینا تقریبا چقدره، اونم تقریبا تو همون حدوده، یه چیز خیلی پرت نیست. یا دیفیوژن مثلا چقدره تقریبا برای یه سری از مولکولای مثلا تو این ابعاد هم وقت گذاشته شده. شما میگید همین مدل رو میشه به صورت مدل پایه قرار داد، حالا نسبت به چیشوهای مختلف و شرایط متفاوت مدل رو به پاس کنمانی بشه. ساعت 6 دستتون در نکنه اگه سوالات پیشتنگ داشتیم ما خوشحال میشیم. من فقط یه جمله بخوام بگم، این همونجوری که حسین گفت این خیلی مدل پایه‌ای هست و این جور میتونیم بهترش کنیم، میتونیم مثلا واسه دیفیوژن از روابط فوکر پلانک استفاده کنیم که خیلی بهتر دیفیوژن رو مدل میکنن، میتونیم نوع کامیونیکیشن ها یا مکانیزم کامیونیکیشن ها مثل تایت جانکشن ها که در واقع ارتباطات مستقیمی هستش که اتفاق میفته، یا نمیدونم سیگنال هایی که داخل خیلی لانگ رنج تر رنج های مختلف سیگنال ها رو در نظر بگیر و خیلی 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 جورهای مختلف دیگه ای میشه. فقط یه قدم اولیه بود واسه اینکه بگیم که وادینگتون با کامیونیکیشن میتونه خیلی اتفاقات جذاب تری رو مدل کنه. و البته یه اشاره ای هم بکنیم به اینکه این مدل سازی توی نرم افزار مورفیوس انجام شده که خیلی نرم افزار فوق العاده واسه در واقع انجام یه همچین مدل سازی هایی. اگه حالا پیپر رو نگاه کنین حتما لینک اون نرم افزار هست. خسته نباشید.